مجاهدین مزدور پاکستان به خاک افغانستان تجاوز کردند. صدا پوسټ خو تختیدل یاد بخه دا خو تختیدل خو نست ورته کې بل د مغام تختیدل دی وسره هډي تبلیغ لاندې راغلی دی او یعنی ډیر لا نه هوځي نو پوه دی هډي تبلیغ لاندې راغلی دی او تلفات هم لري. بامداد دوشنبه جت‌های جنگی و کشفی پاکستان بالای ولایت‌های خوست، ولسوالی سپره و ولایت پکتیکا، ولسوالی برمل بمباران نمودند که در نتیجه آن 7 تن از باشندگان ملکی این دو ساحه جان خود را از دست دادند که شامل 3 طفل و 4 خانم شد. با گفته نیروهای امنیتی پاکستان، هدف از این حمله عبدالله‌شاه یکی از رهبران TTP بود، اما دیر نگذشت که عبدالله‌شاه یک تصویری از خود نشر کرد که در وزیرستان پاکستان به سر میبره و دارای صحت کامل میباشه. اما این حملات پاکستان با واکنش‌های جدی روبرو شد، از جمله الله اکبر الله اکبر واکنش جدی و خطرناک وزارت دفاع که در نتیجه آن جنگ شدید در ناحیه مرزی افغانستان و پاکستان رخ داد که باعث از دست رفتن 9 پازگاه پاکستانی شد که در نتیجه آن 9 پازگاه پاکستانی در دست نیروهای امنیتی افغانستان افتاد. چه تختی دل یادت بخه؟ دا خو تختی دل خو نست ورچه که بل دا مغام تختی دلی دی وصله. و چند تن از نیروهای امنیتی پاکستان جان باختن و همچنان چند تن دیگه آنها زخمی شدن. این در حال است که نیروهای پاکستانی چند قبل هم چنین عملیات را انجام داده بودند، اما با گفته منابع نزدیک جنگ فعلا هم کماکان ادامه دارد. از طرف دیگه وزارت خارجه هم واکنش جدی نشان داده و سفیر پاکستان احضار نمود. همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور از وقت افغانستان در صفحه ایکس خود نگاشته و حمله پاکستان را نکوهش نموده و از عملکرد وزارت دفاع ملی در این دو روز تقدیر نموده و خاصتا از کارکرد ملا محمد یعقوب مجاهد. یو د پکتیکا ولایت بل برمل ولسوالۍ کې په یو کلي کې سوی ده، چې یو کور هلته ویجاړ سوی ده، درې ښځینه او درې ماشومان پکې شهیدان سوي وو، او دوم بری چې سوی ده هغه د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ کې سوی ده، افغان دوبۍ یوه سیمه ورته وایي، په دې کې سوی هلته هم یو کور باندې درې ښځینه پکې معلومات ده اوسې شهادت رسېدلی وو. دغه بریدونه د اسلامي امارت لخوا نه په کلکه باندې وغندل سول او ظالمانه وبلل سو، د افغانستان په حریم تجاوز وبلل سو او پاکستاني اړخ متوجه کړی سو چې که تکراري نو موږ د خپل هیواد دفاع ته په هر شي توګه باندې تیار. نو نور به ولیدل سي چې پاکستاني اړخ څه کوي، چون دوی کوم عمل ترسره کړی دغه ځواب ورکړ سوی ده. موږ نور د جګړې پلوي ځکه نه یو چې موږ د پاکستان ولس او پاکستان خلق دی، افغانستان دکانان نه بولو، او دا متاسفانه دی څو جنرالانو کار بولو سی هغوی د خپل ناکامۍ پړه د افغانستان خواته راځي کوي، د خپلو امنیتي اقداماتو نه عاجزه سوي دي، غواړي د افغانستان په طرف باندې ملامتي راځي کوي او دغسې اقدامات کوي، هغه په ګټه هم نه بولو په زیان یې بولو. پاکستاني ولس هم باید په دې اړه باندې د خپل جنرالانو کنټرول وکړي. هغه ټول اقدامات موږ تر لاس لاندې لرو چې په دې اړه باندې لازم دي. د اوس لپاره خو د اسلامي امارت اکثر عمل معلوم سوی ده، غبرګون اعلان سو، دوم داسې
نظامی اقدام هم په غبرګون کې ورکړ سوی ده. نور ډیپلوماتیکې لارې هم سنجول کېږي تر بحث لاندې دي چې کومو لارو نه په مخ لاړ شو او دغه تکرار مخنیوی هم کولی شو او د ستونزې ته د حل لار پیدا کولی شو. هغه اول امر په اساس باندې دفاع وزارت ځواکونو ته کړی و د دوی هډې تر برید لاندې راغلي دي او یعنی ډېر له نهو جینو پورې د دوی هډې تر برید لاندې راغلي دي او تلفات هم لري. همتنان عزیز مجاهدین امارات اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز فوج مرتد و بیدین مزدور پاکستان به خاک افغانستان تجاوز کرده و الحمدلله جواب دندانشکن از طرف مجاهدین امارات اسلامی به خصوص قطعات وزارت دفاع و قطعات سرحدی داده شده. ما هم بنابر مسئولیت و حقی که ما در وطن بالای ما دارد با مجاهدین خود آمدیم به نقطه صفری دند پتان هستیم که شما و چراغ ها را که میبینید نقطه صفری و مرز است و انشاءالله آماده هستیم که از خاک وطن خود دفاع کنیم. برادر ما قاری صاحب همت مسئول سرحدی گمرک دند پتان است و فعلا وضعیت نرمال است، کدام درگیری نیست. از طرف مجاهدین امارات اسلامی پاسخ کوبنده ضربات توپچی و هوایی برشان داده شده انشاءالله و همه که بار دیگر هم آماده است مردم افغانستان و مجاهدین امارات اسلامی با قامت و عزم متین که پاسخ کوبنده برای فوج مرتد و مزدور پاکستان بدیم. در نقطه صفری قرار داریم در سرنوزی ما خودخواه فوج پاکستان است. مجاهدین ما در خواهر بار برادرهای سفری مجاهدین که قرارات کوبنده برای خارج کردیم سفری هم این محمد احرار با سایر مجاهدین هست. مجاهدین ما هم در ساحه چهار طرف در حالت اظهارات هستن. فعلا انشاءالله که در سرحد دند پتان وضعیت نرمال است. مجاهدین آماده هر نوع دفاع از خاک وطن خود هستن انشاءالله. ستمتر از پشتهای فوج پاکستان ما فاصله داریم. این روز مردم پاکستان برای مردم ملکی را عدد قرار داده اشتیزان مردم ملکی افغان زمان مردم کافه اسمایی کنه و مجاهدین هم اطلاع به فوج پاکستان تلفات وارد کردین. نظر به ادلاعات ما رو پوسته که پیشتر قرار داره یکی از اما خبیص های کتیش که به نام میجر است حرام شده و انشاءالله که در سه ولایت خوشت و پکتیکا و پکتیکا و فوج پاکستان ضربات کوبنده یا طرف مجاهدین وارد شده و همه این مردم و مجاهدین آماده دفاع از خاک وطن خود انشاءالله هستیم. السلام علیکم و رحمت الله. ویلی رونده که ولی رونده دسی را روان ده نسته ده پوستی خود تختی دلی داد بخه ده خود تختی ده خود نسته آن ور چه که بل ده مغام تختی دلی دی وصله دل ده خود نسته دوی خود اجازه نره که د افغانستان پر خاورو باندې د پاکستانی الوتکو د تجاوز په اړه د اسلامي امارت دویان څرګندونې. تېر شپه شاوخوا درې بجې پاکستاني الوتکو د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ په لمنه سیمه کې او د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې د عامو وګړو پر کورونو باندې بمبار کړی چې په پکتیکا کې شپږ تنه درې ښځینه او درې ماشومان په شهادت رسېدلي او یو کور نړېدلی او په خوست ولایت کې یو کور نړېدلی او دوه تنه ښځینه شهیدانې شوي دي. د عبدالله شاه په نامه کس چې د پاکستاني اړخ یې په پیښه کې د پنهشه کېدو ادعا کړې هغه په پاکستان کې دی. بله داسې په یاده سیمه کې په دواړو غاړو کې یو قوم اوسېږي چې ورځنی تګ او راتګ او ګڼې خپلوان یې لري. به زور خدا ما که دشمن می جنگیم تا آخر دشمن ماست و دشمن میگیم
او انشالله او نمیتونه که سر امارات تمام افغانستان امارات یک تکان داده. امریکا و روس ما شکست دیم، پاکستان یک جزئی است، یک جزئیات دما معلوم میشه. اگر او مثلا خود تقوی میکنه ما آماده هستیم، ما سر به خاطر مسلمان میتیم. وقتی که مسلمان شهید میکنه ما هم سر خود شهید میگیریم، او رو نمیمونیم. یک پاکستان است، عین از اسلام آباد هم رو طرف میگیریم، دستش خلاص گر کار میکنه. چرا پاکستان همیشه در مسائل افغانستان دست دراز میکنه؟ پاکستان که هسته دشمن افغانستان است، دشمن ما و شماست. نمیمونه که ما روش کنیم، نمیمونه که ما والله تکره باشیم، انشالله تعالی غلامی بزینا بکنیم. پدرش نمیتونه، اونا غلام ما بود و غلام ما هست. در مقابل حمله که دیروز کردن هفت هموطن ما شهید شد، باید چی کار کرد؟ بعد که امیده که شهید دادیم، امون رقم نفری ما رو گیر بته، همون نفری که از طرف ما شهید شده همون هفت نفر رو بده که ما اعدام کنیم. دیگه رقم ما کدیشان جوریستی نداریم. همون نفرهایی که حمله کردن، همونهایی که حمله کرده، هر کس اگر پلوس هست، اگر هر بلایی که هست نفر ما رو بته، با مو چنان که نفر ما رو شهید کرده، بعد اونا خروری اعدام شد. اعدام شد. نمیمانیم. مقامات پاکستانی میگن که در این دو ساحه تی تی پی. بله. آیا تی تی پی در افغانستان هست به نظر خود؟ نه. اونا از پیش خواهر چی میگه؟ ملت افغانستان اونا خوش نداره. امارات اونا چی وقت خوش داره؟ امارات انشالله تعالی بگو تو امریکای تو رو بتو ازارش برآمد و گریخت از تم میبرای. یعنی میرقم یکی خلاص. سلام علیکم و رحمت الله. قربان. کوکو جان سلام علیکم. چی حال داری؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستی؟ ما پشتو یاد داریم، پارسی یاد ندارم. پشتو بگو کوکو جان، مشکل نیست. در رابطه با حمله دیروز بالای پکتیا و خوست ما بگو که پاکستان حمله کرده بود. پاکستان خدا داده چې موږ په ملک جوړښت نه غواړي. پاکستان خو د موږ ملک را خرابوي. دا ګوره، دا څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان مداخله کوي، اوس کوپار دا مداخله کوي چې دا ملک بیرته را خرابه کړي. اوس هغه مسلمانان بیرته د دې مسلمانانو په غاړه کې راشي. اوس مسلمانان ګوره، هغه خلک دا پکرو کې چې دا مسلمان دي، دا مسلمان مسلمان دي، مسلمان یاد در ماه رمضان و بیا په رمضان کې د مسلمان مرګ روا ده. دا د کوپارو د شیشې پلانونه دي چې برابرې اوس افغانستان په قرار باندې نه پرېږدي چې د افغانان جوړ شي، د افغان دا ملک شي په قرار شي. اوس د کوپارو دا نه اوس نه مني چې په دې ملک کې ګوره دغسې نظام الله پاک را اوس ګوره په شپه په ورځو ګرځو څوک در باندې قرضدار نه دي. شسرزدار دي په لاس کې شیشاسر د شپې روانې څوک چپ کاږه نه شي ورته کتل. دالبر مقامات امارات چی لازم است در مقابل این حمله پاکستان باید چی کرد؟ دا خوب دی که اوس صبرم خشایده. ما در توی گوره کوپار پدی که دا دسی دی کوپارو دی اوس کوپار اغوائی شده دا ملک دا مل خرابی دی غو دا نظر نده شده. اوس مثال دا مسلمان دی دا مسلمان دی اوس دی غو دا نظر ده شده دا ملک خرابی که بیرتل پاکستان سر پلانجا واروی دا ملک پا من بانی نشی. در مقابلش فعلا صبر ضرورت و صبر بهتر ده. شاید رمضان هم ده یغه زیاته غلط بالا جزا ورکی نو بازگاش وقت گرفته غلط بالا جزا ورکی حمله کردن با گفته ذبی الله مجاهد نو بازگاه امنیتی پاکستان در دست افغان افتید. پیش برن یا متوقع شم پس بیای؟ زه دوام شی زه اوس صبر خشاید که روزه ده څنګه بده روزه کنه ده بعد روزه نه باید بیا خپل انتقام تر اخلو دی خو خلګونه چې د مخ په ملک باندې څوک زیاته او ظلم کوي د دې مقابل کې به موږ تر سر تر مال ورته ولاړ یو. اگر ضرورت شو خودت میری؟ ها ما خپل ونی مو ما په دې کې څلوېخ کال مبارزه ته ولاړ یم. وینه دا د ما لاس ته وګور وسم غونی دغه د امریکایانو په جنگ کې دا لګېدلی دي. زه خپل مقابلې ته ورته ولاړ یم. کار ملک دې موږ په ملک باندې زیاته کوي موږ ورته ولاړ یم مقابلې ته. قربان بخیر باشي. دعاګانې کوه الله دې ذات خدای دې خدمت کوي. این مدت تازه نیست که افغانستان در تهدید پاکستان، در تهدید همسایه، همسایه های گوناگون افغانستان، چی روسیه بوده، چی پاکستان بوده، چی ایران بوده، هر کدامش به نوبت خود در این وطن یک مشت که زورش کشیده زده در فرق این وطن. باز خصوصا پاکستان ای تو یک غدار کشور است، به نام مسلمان خود میگیره، این تیاری هم خودشان جور کردن، تی پی تی و بی پی تی و چی و چنان و مجاهد و لشکری طیبه و فلان و بسمالانی هم خودشان است، تروریست هم خودشان است، القاعده هم خودشان است. و چندین سال چیزی تروریست هایی بوده در پاکستان بوده،
در چندین دهه، در پنج دهه این دشمن خاک ماست. همی برای فعلا تا خطک و عطک تیر شده تا خطک از افغانستان است. او در حق تمام مجاهدین ما، در حق ریشدار ما، در حق ریشتکل ما، در حق نکتایدار ما، در حق سرزمین ما، در حق صغیر ما، در حق بیوه و عتیمی که ما دادیم کلش از دست پاکستان بوده. پاکستان فعلا باید ما از امارات اسلامی و از دولت اسلامی خود میخواهیم که یا از طریق دیپلومات یا از طریق سازمان ملل متحد اگر نمیشه افغانستان صدا کنه، سرش یک بار دیگه صدا کنه که و افغانا یک بار دیگه قبر دست جمعیتانه دوباره صدا کنین برای پاکستان غدار، با شمشیر تور با تمام چیز بخیزن، خصوصا خود ما با هم یک پای مصنوی است از زمان جهاد های دست دادیم، با هم سوته خود میروم، با هم سوته خود بیدارم در کشورش، کشورش هم خراب میکنم، عسکرش هم میکشم، افسرش هم میکشم، گازش هم عریق میکنم و خودش هم تباه میکنم. و هر افغانی را که در اینجا در تهدید پاکستان است، ما تهدید پاکستان را تحمل کرده نمیتونیم. بس از همه قدر تحمل کردیم. اگر واقعیت دولت جمهوری را آلی دستش ساختن و مجاهدین قبلی زمانی اروسا را آلی دستش ساختن و این ملت را بدبخت کردن و این ملت را در پنج ده هست که ضربه پاکستان است که ما جور نمیشیم. این ضربه پاکستان است که ما جور نمیشیم. به نام ازبک، افغان، ترک، تاجک، هزاره، چون و چنان ما را جنگ انداخت، همی پاکستان انداخت. به نام اینوان ما را ضربه های گوناگون جواب های دندان شکن داد، همی پاکستان بود داد. و حالی هم برادرهای ما را بمبارد میکنه در پکتیا، در جاجی، در منگل، در جلال آباد، در سرای مرز ما. گوناگون چقدر ماجیر ما را کشیدن. در وقتی که ماجیر در شیرش را میخورد، در وقت بیخی بدرقه میگون، میگو بایی ما، اما را بایی، اما را دوست. حالی که چیزی برش نمیرسه قیلقت در کونی ماجر میزنه، ماجر از خاکش بدرقه میکنه میکشه، آلی کسی شیر نمیده بری او. آلی او لعنتی را باید دولت ما یک بار دیگه صدا کنم. ما خودم شخص قربانی میتم، شش مرمی خوردم، یک پرم من پرم ده هفت مراتب، باز دوباره به امر خود هم واسکرد میپوشم، هم یک 82 نازنین را سر شانهای میگیرم. به خدا قسم است که تام مرغش قاقه کنه کشته میرم، تام مرغش. باید ننگ از قبرستان خسته، افغان ها یک پارچه شوند، بشناسه که دشمن عبایی و اجدادی، دشمن خاک ما کی است. دست از گریبان هم دیگر شیلا کنن افغان ها. با واقعیت اگر منطق دارن، مغز دارن، اگر شور دارن، واقعیت اسلام تن رو هستن، باید مشت با هم بتین. چی و ریشدارش هست، چی ریشکلش هست، چی نکتایی دارش هست، چی غریبش هست، چی ظالمش است، کلش یک جا شوه، یک مشت آهنی جا شوه، توی دن پاکستان غدار باید بچکه پنجابی های چوچای لیلین، چوچای انگلیس ها، باید یک بار دیگه کشتار را در جانشان باید ما شروع کنیم. و امین الله توفیق. عزیز، در کنار ما یکی از هموطنهای ما هستند که در ولایت خوست هستند و دیروز حملات پاکستان و جنگیده های پاکستان بالای خوست بمبارتمان کرده بودند. آیسه محترم، در رابطه به حمله دیروزی که بالای خوست شد و همشریان ما، هموطنهای ما در اونجا شهید شدند توسط پاکستان که گوی اونجا تی تی پی هم نبود، نظر خودت چی است؟ والا نظر ما خود او دا نظر لرمه چې باید دا کورونه خو زمونږ د وطن سره، مونږ د ملت سره خیانت دی، باید دې خیانت مخه ونیول شي، د هغې پیدو شي چې دغه ولې دا کار کیږي چې هر وخت د افغانستان سره باید دومره زیاتی د پاکستان کې څه توسب ورسه لري. او پاکستان مونږ بهترین دښمن دی، د افغانستان بهترین دښمن د افغانستان دی، چې افغانستان ته هر وخت زلال سوالی دی، هر وخت زلال سوي او دخته بیا ټول دغه غاټ مشرون مچې دی، باید دغه
پښتنه یو کې دا والے پاکستان موږ سره څه ادب لري چې افغانستان ولې افغانستان ته ځلار سي دغه مخه باید ودری باید ځواب ورکو باید در مقابلشان عین عمل کنیم عین عمل کنیم باید شوا چې تربور چیر چیز رقم کورد به سوي کې هغه عمل باید تبر سره وکي دغه موږ دښمن دی دغه موږ ته ځلال سوي دوی 70 سال یا 77 سال اور پاکستان همیشه سرما حملات داشتن ها د افغانستان د هر وخت څومره چې خراب شه څومره زلالات ورته ورسید دا د پاکستان د لوستو تر صدلې ده او پاکستانه بد خلک بیکور خلک دنیا په مخ کې نشته وای چې مسلمان یو مسلمان دی ځکه چې افغانانو ته په هر قسم په هر قیمت سره په هر رقم سره زلالات ورته ورسولای دي ذلیلې کړي دي تهونی کړي دي باید د افغانانو کې غیرت کیوي د پاکستان په مقابل کې باید ودری خودت امیری سات بس اول جنگ کزه سمه پاکستان سره جنگیږي خاين پاکستان د افغانستان ته زلال سوالای دي مخکې زه مشو د څوک سره دري خودت با جمع از مو فرزندا او کلت میری د مقابل ستاد میشه مجبور مسی وطن ته زلال رسیږي خو ته ضرر رسیږي او موږ د ټول ورونه خواندي افغانستان خلکو ته زلال رسیږي باید د مقابل کې باید وجنګیږي فعلا بر دولت چی ضرورت است برای امارات فعلا چی ضروری است والا خو امارات کار خپل ده کنه اگه نظر خودت باشه مثلا باید چی باید پښتنه وکی دا مسول دی باید پښتنه وکی والا د افغانستان یو وګړی نه په وطن نه برید کیږي ورته مونږ ټاک ما ټک دی او دغه درغلی د بداز کوم نه پرګدی باید مونږ ورغلی وا ټک پسار نه وی لوړ وای باید مونږ وچنګي وي د ټول زونون نور شو ټک نه ودری وو که څوک نه دری افغانای نه د غیرت نشته اټک یا پونګ ریم خو ورادو دا ځکه چې موږ ته مخ ترسي باید مخې ودرې په مقابل کې خزن لري مخ ودرې باید دا په وي دا موږ خپل خو ورادو موږ خو ورګه څنګه موږ واښ دي موږ زیات چې قدر مردم خوست زیانمن شده از وخت حملات از کی دای صاحب ده ولدی خدا هر وخت زیانمن میشه بیا را د نږدې د غسر چې دی د کوم دی ته نږدې یو کنه نو دا خلک سره هر وخت زیان رسیږي تلفات ورته رسیږي وروره جنگ پکېږي دا خو یو وخت در وخت زلال ورته رسیږي نو باید دغه مخنیوای باید وشي بشک د مشرونو نه باید غوړو چې دا مخنیوای وشي او مونږ خوره را هر وخت غوړو دغه مونږ ته وشي دا نه امر وشي پاکستان ته په جهاد کې حوال سار کول زه ورځم چې در ذلیل خلک د پاکستان نور نشته مونږ ته زلال څه ولای دي هم ایران او پاکستان مونږ ته مونږ خلک خیر څه دلای دی افغانستان خو شهر چاته نرسه او مونږ نه پرګدی والا مونږ نه پرګدی مقصد چی دی برادر عزیز نظر خودتون به صفت یک شهروند در رابطه به حملات وحشیانه پاکستان بالای خوست و پکتیا مشتید سلام خود خدمت شما تقدیم میکنم نظر ما است که یک تجاوز آشکار است که از طرف پاکستان به خاک افغانستان صورت گرفته و یکی است هیچ وقت مورد از یعنی هیچ فرد افغانستانی را چی نمیکنه برداشت کرده نمیتونه چی ضرورت است در مقابل پاکستانی که در 77 سال غیر امو استفاده جویی و همچنین دست زدن در امورات افغانستان کار دیگه نداشت دیگه ضرورتی که در اینجا است امو واکنشی که الحمدلله امارات اسلامی افغانستان مسئولین ما واکنش خود نشان دادن و بازم مردم ما انشالله ملت افغانستان آمدگی ازیر داره که اگر دوباره تکرار شده بس انشالله باز جواب دندان شکنی پس خواهد دادن دیم خودت چقدر از قصه ها و داستان هایی که در امی یک شبانه روز مسئولان امارات اسلامی افغانستان و مسئولان امنیتی در مقابل پاکستان کردن شنیدی و یک کوتاه قصه کنی که چقدر دستاویز داشتن افغان ها در مقابل پاکستان ما الحمدلله که ما چیزی که ما اخبار تعقیب کردم در اخبار الحمدلله همه مجاهدین امارات اسلامی آمده قربانی بودن بخاطر دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و چیزی که من اخبار تعقیب کردم زبیح الله صاحب مجاهد سخنگوی امارات اسلامی گفتن که مجاهدین امارات اسلامی به بیشتر از 9 موازه یا به 9 موازه نظامی نیروهای چه پاکستان حملاتی متقابل را انجام دادن و الحمدلله ما خوشحال هستیم که همچنین نظامی داریم که بسیار به زودترین وقت واکنش خود در مقابل ازی کسایی که به تای چندین سال نمیخواستن که در افغانستان آرامی باشه یعنی هیچ حکومتی در افغانستان اینا آرام نگذاشتن الحمدلله مسئولین ما انشالله بیدار هستن در مقابل از اینا این رقم نمیمانیم ما انشالله دوستای عزیز در کنار یکی از هموطنهای ما هستن امروشان صحبت میکنیم
دوستای عزیز در کنار ما یک هموطن ماست در رابطه با حملات وحشیانه دیروز پاکستان که جنگنده هاش بالای خوست و پکتیا افغانستان بمباردمان کردن. نظر ای هموطنان میشنیم. السلام علیکم وای صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چطور صحتتون خوب است؟ الحمدلله شما خوب هستین بخیر. بخیر سلامت باشین. نظر خودتون در رابطه با بمباردمان دیروز پاکستان به شکل وحشیانه و در این ماه مبارک رمضان بالای دو منطقه نظر ما و بلکه نظر من نه بلکه نظر هر افغان و هر مسلمانی درباره تجاوز یک کشور به کشور دیگه نظر این است که این محکوم کار بسیار زشتی، کار ناروای و این بسیار بد کاری از نظر ما محکوم مردود است. چرا پاکستان در تاریخ 77 سالش از وقت تأسیس به این طرف همیشه در امورات افغانستان مستقیم و غیر مستقیم دست میزنند؟ خب ما خب پاکستان نمیخواد که افغانستان مستقلی باشه، مستقل باشه، میخواد زیر تأثیر ازو باشه. نظر مهمی است که او از بروی همین نظر خود این کارا رو میکنه. عمل بالمثل ضرورت است به نظر شما؟ بله 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 ضرورت است. اگر ضرورت شود خودتان حاضر هستیم؟ بله ما خودم حاضر هستیم. ما خودم حاضر هستیم که به دفاع از کشور خود، به دفاع از افغانستان، دفاع از افغانها ما حاضر هستیم که حتی جان خود فدا کنیم. در رابطه با حمله دیروز پاکستان بالای دو ولایت ما و شهید شدن هموطنان ما در اونجا می داشته باشیم که پاکستان حمله کرد بدون از اینکه حسن همجواری و همسایگی را در نظر داشته باشیم؟ اینطوری است که پاکستان از اول تا آخر از افغانستان چی نشده، خب باز نامده حالی این حمله یک بار نه چند بار بس چند تخنیک این حمله کرده، وطن ما را ویران کرده از اول تا آخر. الان که یه دفعه اولش نیست، چند دفعه پیش حمله کرده بود، میخواد که افغانستان بعضی چیزایشان به منافع از او که هست باید اونا در دست خود بیارن، مگر هیچ وقت آرمان از اونا پورا نمیشه. در هیچ وقت افغان ها که زنده باشه هیچ وقت آرمان های از این مردم پورا نمیشه. افغانستان تباه برباد از هر نگاه، از اقتصادی و اجتماعی و از طرف پاکستان است دیگه. ما چی بگویم؟ خودم از کدام ولایت هستیم؟ خودم از ولایت بغلان هستیم. همیشه ما میبینیم که پاکستان دست درازی میکنه در خاک افغانستان. فعلا چی ضرورت است برای امارت اسلامی افغانستان که در مقابل پاکستان انجام بده؟ به نظر خودت باید که یک سیاست اینا اختیار کنه از مسئولین ما و رئیس ها و وزیرای ما که به خوب آسانی و به خوب یک با علم و با چی با اینا جواب بدن. اگر اینا جواب نتن یا اینطوری اجازه بده این تو سرگم معامله باشه که اصلا هیچ افغان ها خبر نداره و ولایت های ما که بمبار میشه از طرف پاکستان، امروز خوست بمبار کرده، کنال بمبار کرده، فردا می کابل بمبار میکنه. اگر اینا جواب نده باید قاطی جواب برش بده با این مردم، اعلان جنگ کنه برشون. در مقابل خود گفته میشه نظر به گفته های مقامات امارات اسلامی که یک چند پاسگاه امنیتی شون هم گرفته از پاکستان، خودت چی نظر داری؟ آیا پیشرفت کنه در جنگ یا نه؟ پس دوباره هم نشینی زبر خدا کنه که تا اتک بگیره، تا اتک بگیره ما خوش هستیم، چرا که اونا باز از پیش نمیه. وقتی که دشمن از پیش ما مردم باز نمیه ما مجبور هستیم که عکس العمل نشان بدیم. فعلا توانایی وجود داره که تا اتک ما گرفته بتونیم؟ جانی توانی داریم، از جان تیر میشیم دیگه راه نداریم. خودت میری در جنگ اگر اعلام شود؟ ما حاضر هستیم. حاضر هستیم؟ آه ما خودم حاضر هستیم. بخیر باشه، قربان. سلام علیکم. بود برنامه امروزی از واکنش های هموطنان ما در برابر حملاتی که دیروز توسط جنگنده های پاکستانی بالای خوست و پکتیا شد و در نتیجه متاسفانه که 7 هموطن ما هم شهید شد. امیدوار است که حمله اخیر باشه و دیگر در افغانستان داشته باشیم، افغانستان آرام، و تا اینکه با روح روان آرام هموطنان ما در کشور خود زندگی کنند و به طرف ترقی و پیشرفت روان باشه، نه به طرف جنگ. امیدوار هستم که خداوند هدایت نصیب کنه که با مقامات پاکستانی هم اگر قابلیت هدایت نداره خداوند نیست نابودشان کنه، چون که در افغانستان مدت 77 سال است
که دست درازی میکنن و همیشه دست خوش قدرت ها شدن و سوء استفاده میشن در افغانستان توسط قدرت های دیگه که اونها را پول میتن پاکستانی ها را و میان در افغانستان دست درازی میکنن. این بود گزارش امروزی، تا گزارش های بعدی الله حافظتان.